پی نوشت. محمد خاتمی: جوانانی که شعارهای تند و ساختار شکنانه می دادند برانداز نبودند، بلکه جوانانی بودند که احساساتشان غلبه کرده. پی نوشت: وقتی بر این جوونا تا گردن فشار میاد، احساسات ترس و آرامششون تبدیل به احساسات خشم و خروش میشه. اون موقع شعارهای پوچ اصلاح طلبی شما آقایون رو زیر پا میذارن و با تمام احساساتشون میگن براندازم. گفتگوی تلویزیونی رضا رشیدپور با حسن روحانی حتی صدای طرفدارانشو هم در آورد. پی نوشت: همش تقصیر این احمدی نژاده. رضا رشیدپور به زودی: لطفاً با لبخند بگویید براندازم. علی خامنه‌ای رهبر موقت نظام مقدس دستور پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه را صادر کرد. سردار کوسری: پروژه‌هایی که سپاه انجام می‌دهد عام المنفعه با مجوز رهبری و به درخواست دولت هستند. پی نوشت: یعنی می‌فرمایید رهبر موقت بیجا کرده و نفهمیده چی دستور داده؟ شما هم اول لطفاً عام المنفعه رو تعریف کنید تا ببینیم غیر از منفعه شامل عام هم میشه یا خیر. توصیه علی خامنه‌ای رهبر موقت به مستندسازان: تحریف و شایعه دشمن را با هنر خود بی اثر کنید. تاریخ 40 ساله لبریز از سندها بر حقانیت جمهوری اسلامی و کجروی گمراهی دشمنان است. پی نوشت: به نظر شما مستندتر از فیلم های ضبط شده در جلسه خبرگان هم هست؟ نکنه با معجزه مونتاژ قرار سندایی بر حقانیت نظام اسلامی ساخته بشه؟ متهم پرونده اختلاس 100 میلیارد تومانی و یا به عبارت 200 میلیارد تومانی در وزارت نفت که از 20 سال پیش مشغول اختلاس بوده، ساعتی پس از لو رفتن از ایران فرار کرد. پی نوشت: زندانان جای نگهداری زندانیای خطرناک از جمله جوانای مخالف و معترض به نظام مقدسه. جای این عزیزان مختلص کانادا و کشورهای دیگه است که قبول زحمت میکنن جهت خارج کردن پولها برای زندگی بقیه مسئولان دلسوز نظام در آینده نزدیک در این کشور. تمبر طلای امام رضا منتشر میشود. کشتی طلایی که با سوره های قرآن مزین شده قرار است به عراق منتقل شود و کلی اقدامات مهم و بنیادی دیگه. پی نوشت: بعد تعجب میکنن که چرا این مردم شعارهای ساختار شکنانه میدن. براندازم. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست: سازمان ما فقط 4 برابر شورای نگهبان 12 نفره بودجه دارد. پی نوشت: صداشو در نیارید، ممکنه بگن همینم زیاده ها. دانش آموزان عشایر خوزستان به 200 میلیون تومان برای سرویس رفت آمد احتیاج دارند تا مجبور به ترک تحصیل نشوند. پی نوشت: ناز شست آستان قدس و بنیاد مستضعفان و سپاه و بسیج و ستاد اجرایی فرمان امام و دولت و مجلس و قوه قضاییه و خلاصه ناز شست نظام مقدس جمهوری اسلامی. سید احمد علم الهدا خواستار افزایش درآمد طلبه ها شد و گفت طلبه باید فردی مستقنی باشد. پی نوشت: در بخش‌های مختلف بودجه سال 97 بیش از 2000 میلیارد تومان به حوزه‌های علمی اختصاص یافته است. در بودجه سال آینده همچنین برای جامعه المصطفی العالمیه که برای آموزش روحانیون غیر ایرانی فعالیت می‌کند 305 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است. سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران: کمتر شهری در جهان به اندازه تهران دزد دارد. پی نوشت: مهمتر از این کمتر کشوری دزداشت همه کاره مملکت هستند. برخی از تحلیلگران پس از گسترش تظاهرات و اعتراضات سراسری در ایران: آیا 2018 سال انقلاب در ایران خواهد بود؟ پی نوشت: با این خبرها و پی نوشتهایی که میبینید اندکی صبر، سحر نزدیک است. پی نوشت: